هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 23 از ماه سپتامبر. در روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم، عمدتا داستان بیپایان کتاب مستطاب شاهنامه. امروز هم اشاره میکنیم به پاره تصحیحات در شاهنامه چاپ مسکو، که قبلا توضیح دادم که این مسکویچ ها اینا در واقع یک شاهنامه تصحیح کردن بین سالهای 1000 در واقع منتشر کردن بین سالهای 1961 تا 72 اینها، که پایش دستنویس 675 لندن بود. خط و خطاهای لندن هم وارد مد کردن، بعضی تصحیحات هم البته کردن. این رو بعد در واقع بعد از این مقدمات خدمتتون عرض خواهم کرد. میدانید که آقای پوپ در اینجا هستن. پوپ رهبر کاتولیک های جهان در آمریکا هستن. ایشون تشریف بردن به کوبا، اونجا با آقای فیدل کاسترو و راول کاسترو ملاقات کردن و صحبت های خوب میکند، بچه ها رو میبوسد، نمیدونم پای مردم رو ماش میکند و اینها. وقتی این آقا این کار رو میکرد و بنده نگاه میکردم، این ضرب المثل مشهور فارسی به یادم آمد که پلنگ از ناتوانی مهربان است. شما فکر کنید که این آقای پوپ که راه افتاده و جز از صلح و درستی و راستی و اخلاق و کمالات انسانی صحبت می کند، فرض بفرمایید که قدرت در دست این بود. یعنی مثل همون روزگار قرون وسطا این آقا در همین واتیکان حی حاضر نشسته بود و قدرت اجرایی همه این اروپا و ملل مسیحی در دست این بود. هر روز چند صد نفری رو حتما به دار می کشی. دندانش رو کشیدن، آقا دندانش رو کشیدن، محترم و معزز کنار نشسته، برای خودش یه تمجمجی میکنه. بله، در واقع امروز همچون نیک بنگریم، خب این کاتولیک هست دیگه، رهبر کاتولیک های جهان هست، رهبر مسیحی ها نیست. کاتولیک ها در واقع شعبه ای از در واقع مسیحیت هستن، پروتستان ها گروه دیگری هستن. پروتستان ها، پروتست یعنی اعتراض و پروتستانت یعنی آدمی که معترض هست. و از زمان لوتر آلمانی اصلاح در دین به وجود آمد. این چیزی است که اسلام عزیز احتیاج داره، که البته این اسلام عزیز در هیچ اسید سولفوریکی، در هیچ نمیدونم عرض شود که اسید نیتریکی، هیچی حلبشو نیست آقا، حلبشانی و اصلاح پذیر نیست، مگر اینکه واقعا یک اتفاق خارق العاده ای بیفتد، یک آدمی در قد و قامت مثلا غزالی پیدا بشود، بگوید آقا این اسلام با این وضعیتی که هست جز آبروریزی و بی‌حیثیت شدن مسلمانان در جهان چیزی ندارد، جز بدبخت ماندن و عقب ماندگی مسلمانان چیزی ندارد. در این تلویزیون، در این کانال فاکس نیوز، میدونید که دست راستی هستن، این آقای هنتی که یکی از مجریان اونجا هست، خیلی هم مشهور هست، از اون دست راستی هاست، آورده بود آقا یک امامی را آورده بود، یک امام یک مسجد مسلمان را آورده بود، به ظاهر هندی پاکستانی میامد. پرسید آقا شما یک کشور مسلمان به من نشون بدید که در اونجا حقوق زنها رعایت میشه، یک کشور مسلمان به من نشان بدهید که در اونجا حقوق اقلیت ها رعایت میشه. این مانده بود، فقط مغلطه میکرد به در و دیوار خودش، چون نمیتونست بگه. یک کسی دیگر هم باز آورد از نماینده مسلمانان که آقا شما این همه کشور مسلمان که 53 کشور مسلمان در جهان داریم، میدانید یک کشور شما نام ببرید که حقوق انسان ها رعایت میشه؟ اونم به در و دیوار میزد. بیچاره چی بگه؟ جوابی نداره بده، جوابی نیست که بدهد و چاره‌ای نیست جز این اسلام عزیز برای که بماند و محترم بماند، جز اصلاح در این دین هیچ چاره نیست. با این وضعیت نمیدونم کشتار دیگران و نفی دیگران و نجس شمردن دیگران و دشمن شمردن مسیحیان و دشمن شمردن یهودیان
و واجب القتل دانستن، عرض کنم که غیر این دو که اهل کتاب نیستند، ها این به جایی نمیرسد. چون آبروریزی و مایه مسخره جهان متمدن شدن چیزی نیست در این اسلام. خلاصه مطلب، در قرن 21 تحت شلاق میارن و نمیدونم به دستور رسول الله و برابر آیین حنیف شلاق میزن، دست میبرن، کور میکنن، بم میذارن، دختر نمیدونم 8 ساله شوهر میدن. اینا مایه آبروریزی بشر، این چیزا ضد بشر. آقا این داستان باید یه کسی فکرش بکنه بیاد این تشکیلات این آیات قرآنی رو در بیارن. آقا این آدم کشی که فضیلت نیست، غارت کردن که فضیلت نیست، بابا جان دین نیست. آقا مگه میشه یک دینی غارتگری در کتابش باشه؟ مگه میشود آیین آسمانی گره میدونم گرفتن زن بچه مردم و فروششون در این کتاب باشه؟ بگیم اینا رو خدا گفته، اینا جز معنویات ماست، اینا دستورات اسلام ماست، به دستورات اسلام داریم عمل میکنیم. آقا باید رها کرد این داستان رو، بلکه این مسلمانان بیچارم به یک چیزی برسن، آقا به یک سعادتی، به یک راحتی برسن به قول حافظ، که نمیرسن. چرا؟ به جهت این که مطلقاً اینها که در این کتاب هست از آسمان آمده و اینها ما نمیتوانیم در این دست ببریم. اگه میشه دست ببری، آقا تمام عرش کبریا به لرزه در میاد، تا اینکه روز قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زیر بغلشون از این کتاب تشریف میارن، در بابش داوری میکنن. از این حرفای لاتایل بیمزه. هر چی این آقا میپرسید، آقا یک کشوری به من نام ببری، یک کشور که مسلمان باشه در اکثریت و حقوق مردم رعایت بشه، حقوق انسانی مردم، هیچ جوابی ندارن بدن جز این که مغلطه بکنن و به در و دیوار بزنن و شلوغ میکرد و جیغ میکشید این امام، هیچی نداشت بگه، هیچی. به همین دلیل است که عرض کردم که بزرگترین این آیت الله ها، عالمترین این علمای اسلام در الازهر شما بیارید برای مناظره، به یک دقیقه از هوش میره، چون هیچ جوابی به این سوالات مربوط به قضایای انسانی ندارن بدهن. هیچ توجیهی نیست آقا در آدم کشی، هیچ توجیهی نیست در نجس دانستن آدم ها، هیچ توجیهی نیست در ایجاد کینه و نفرت و اینها. بنابراین نمیشون، نه وارد مذاکره میشن با کسی، نه وارد مناظره میشن با کسی، نه اصلا رویارو میشن با کسی. برو ملعون میگه که تو خدا ناشناس و کافر هستی، ما عالم رو با جاهل بحث نیست. از این حرفا همیشه میزدن. دو سه باری بنده دیدید که مخلص بودن با آخوندها و بعد دیدید که چه کردن در اون مناظره ها، چیزی برای گفتن نداشتن. یکیش که از هوش رفت اونجا نشست، گیج شد، از معلوم نبود دیگه میدونست دنیا کجاست، کی هست کجا هست. یکیش هم که فحاشی میکرد. باری این پوپ هم همون داستان هست، این داستان اصلاح دین که لوتر به وجود آورد و کلوین درش فعالیت کرد. میدونید که کلوینیست ها هستن و پیروان لوتر، آمد و گفت آقا این که میگویند که هیچ کس جز آخوند مسیحی، این که میگویند هیچ کس غیر پوپ حق ندارد این کتاب نمیدونم انجیل رو تفسیر بکند و تعبیر بکند، خطاست. هر کسی میتواند که به هر نحوی که دوست دارد این رو تعبیر بکند. این پدیده ای که بین انسان و خدا کشیش گردن کلوف ایستاده و تو تا از این صد رد نشوی به خدا نمیرسی، این هم دروغ گفت آقا لوتر. آقا هر کسی میتواند مستقیم با خدا رابطه پیدا کند و هیچ ارتباطی هم به شیخ و آخوند و ملا ندارد و قضایای از این دست، و این رو اصطلاحا اصلاح دین میگویند. میدونید که کاتولیک ها امروز هم، و اینکه دنیا جای کثیفی است و تبعیدگاه است، اگر نگاه کنید به این قیافه این همین کشیشای کاتولیک قرن وسطا، سرها رو میتراشیدن اینجا رو تیغ، یک وضع بسیار زشتی برای خودشون درست میکردن که جذاب نباشن، یعنی هرچی زشتر و کریهتر بهتر. بسیاری در تمام عمر به حمام نمیرفتن که هرچی بوی گند باشه بهتر، شپش بسیار خوبه. به لحاظ این که ما نباید این دنیا رو تمیز کنیم، ما نباید این دنیا رو آباد کنیم، به جهتی که اینجا یک تبعیدگاه خراب آبادی است، یعنی آبادیش در خرابیشه. اینا اینطور زندگی میکردن. امروز هم اگه نگاه کنید، هرچه تعداد کاتولیک های یک مملکت بیشتر، اون مملکت عقب افتاده تر و بدبخت تر هست در دنیا. آمریکای جنوبی نمونه کاملشه.
بیشترین کاتولیک ها در آمریکا جنوبی هستن. در آمریکا که ما زندگی میکنیم، آخرین آماری که بنده دیدم چندین سال پیش اگر درست به خاطر بیاورم، یک چیزی حدود نمیدونم 70 میلیون هنوز کاتولیک هست، اما اکثریت با پروتستان ها هستن. تو جمعیت آمریکا قریب 300 میلیون نفر هست و هر شبت که اینا آمدن و گفتن آقا این دنیا رو باید آباد کرد، این دنیا جای زیبایی است، این جان انسان شریفه، این زندگانی چیز شریفی است، یک هدیه بزرگی است و تفکر به قول معروف تفکر شریف هست، پیشرفت و ترقی درست هست. و هر شبت که ارتباط با خودم کار هر کسی هست. در روزگار قدیم در نزد این کاتولیک ها یک کسی مثلا گناهی میکرد، گناه، اول اینکه همین تلقین گناه باعث بدبختی و عقب ماندگی ذهنی بشود که هر کسی یک کاری کرد که مخالف این دستور بود گناهکاره و بایستی، حالا فرهنگ به فرهنگ فرق میکرده این داستان ها، و بایستی سینه خیز با این آرنج و با این زانواش از مثلا صد مایلی هر جا که گناه کرده نزدیکترین کلیسا که اونجا هست این سینه خیز بیاد با این دستای زخمی و اینها. هنوز هم میکنن این کارا رو در مکزیک و جای دیگه، بیاد به اولین کلیسا برسه، بره پشت در چیز در یک اتاقکی آقای کشیش هم در اون اتاقشین گوش کنه و بگه فرزندم تو رو بخشیدم. واسه که وقتی که شما اعتراف میکنی به گناه بخشیده میشی از طرف یک طرف آخوند. بله، داستان جنایات اینها رو خدمت شما بارها گفتم و این آقا آمد در آمریکای جنوبی اولین پوپی است که معذرت خواهی کرد از جنایاتی که کردن این سپهسالارانی که با کشتی ها راه می افتادن برای کشف دنیای جدید. اینا می آمدن چه قتل عامی می کردن از اهالی محلی کشوری که می گرفتن، در همین مکزیک چه جنایاتی کردن، آدمایی مثل کورتوز و نمیدونم همین آمریکا دسوتو و این حرفا می اومدن و چه جنایات میکردن به نام خدا و مسیح و از این جور داستان ها. خلاصه تا سرانجام به شرحی که میدانید و صدها بار هم گفته شده است، آمدن و اروپایی ها گفتن آقا این داستان نمیشود، این آخوندبازی و دین در کار سیاست و اداره امور کشور و در دست گرفتن جامعه نباید کاری باشد، بایستی برود در همین کلیسا بنشیند، اونجا مردم آزاد هستند، نیازمند معنویت هستند، این هم چیز خوبی است. آقا داشتن یک جایی برای نیایش بسیار چیز خوبی است. تمرکز و تفکر به این قضایا خب به انسان تعالی میبخشه، به روح انسان بسیار، برای آرامش روح، برای به خصوص در دنیا صنعتی و گرفتار اینا، خب کلیسا خیلی جای خوبی است، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که در کار کشور و امور مملکت در واقع دخالتی نباشد. و همین کار رو هم کردن. سکولاریسم معنیش جز این نیست، سکولاریسم معنیش جز این نیست که شما ضد دین باشید و نمیدونم پرچم کفر برافرازید و اینها، نه آقا، سکولاریسم معنیش این است که دنیا رو به گونه علمی نگاه میکنید و دین از حکومت جداست. یعنی آقای پوپ، آخوند، اینها تصمیم نمیگیرن مبتنی بر دستورات دینی که مملکت چگونه اداره بشه. این است که این پوپ هم که راه افتاده وظیفه خودش رو خوب میداند. اتفاقا این میگوین روشنفکرترین همه پوپ هاست و اولین پوپ غیر اروپایی است که در واتیکان نشسته و تشکیلات پادشاهی عظیمی داره، بخش های مختلف، دوایر مختلف اینها، و چه پول های هنگفتی مردم میدهند که این تشکیلات بر جای بماند. و تعداد کاتولیک های جهان هم بسیار زیاد هستن. عرض کردم آمریکای جنوبی عمدتاً کاتولیک هستن. در مذهب کاتولیک ها دستور این است که آخوند کاتولیک ارتباط جنسی نداشته باشد. سیلابسی میگوین اصطلاحاً. سیلابسی. و خدمت شما بگم که ما یک دوستی داشتیم از یک خانواده خیلی محترم
پاراگوئه بود. پدرشون پزشک بود در امریکن هلت ارگانیزیشن، اونجا کار میکرد آقای دکتر ویلاگرا. و ما با هم میرفتیم بیرون و دوست بودیم. اینها یک شبی رفتیم یک جایی، در یک پارتی بود که مربوط به همین هموطنان این خانم بودن، اهل پاراگوئه. یه آقای خیلی خیلی چیزی اونجا نشسته بود، مرتب و منظم و لباس خوب، و اینا گیتار میزد. ایشون به من گفت که این آقا رو میدونید؟ گفت این آخوند بوده، اونم خانومشه. گفتم که کاتولیکی؟ گفتم که نمیشه که. گفت نه، شد. این آقا آمد و عاشق این خانم شد و بعد شروع کرد به نام نوشتن که بیاد بیرون از این داستان، آخوندی رو طلاق بگوید. اما موافقت نمی کرد، از هزار صد بزرگ باعث این گزارش رد بشه، به نظر پوپ برسه و پوپ موافقت کنه که ایشون از لباس روحانیت در واقع کاتولیک بیاد بیرون. گفت از خودش بپرس. رفتیم و خیلی هم گیتار زیبا میزد، گیتار کلاسیک میزد. اسمش هم یادم رفته حالا بعد از این همه سال. اینا گفتیم آقا چی شد؟ گفت آخرین گزارش که نوشتم، گفتم آقا من نیروی جنسیم دیگه نمیذاره که من فکر خدا بکنم، من دیگه توانم تمام شده، ممکن است که کارهای عجیب غریب بکنم، یه سلب مسئولیت میکنم. تا این که ما رو رها کردن، توانستم با یه خانمم ازدواج کنم، اینم دوتا بچه داشت همراهش. و اون پوپ قبلی ایشان که اهل آلمان بود، چندین ده هزار پرونده آوردند از این آخوندها که به بچه های مردم تجاوز کرده بودند. این پوپ بدبخت نگاه که گفت عجب جایی ما نشستیم، آقا ما نخواستیم. شما ببینید حماقت این داستان چقدر است که میگوین آقا شما نمیتوانی زن بگیری، نمیتوانی ازدواج کنی. این ملای گردن کلفت هم کاتولیک صبح تا شب داره مفت چرب و شیری میخوره، حالا چگونه میخواد مثلا که میل جنسیش هم کنترل بکنه؟ خب نمیکنه. هر شبت که چندین هزار نفر بچه های این مملکت از فلوریدا تا چیز به خصوص بخش شرق زیاد بوده این داستان، یه خانواده شش هفت نفر از بچه هاش دست یک کشیش سپرده بود که اینا رو تربیت بکنه، یه کار دیگر میکرده. باری این پرونده ها که گذاشتن، این تعبیر خود من هست، به خاطر استفاده از اون دومین پاپ بود که در تاریخ این پاپاسی استفاده میداد، و آقا اینجا که جای مناجات نیست، اینجا که جای رسیدن به خدا نیست، این کسابت خونه چه داستانی است؟ آقا من نمیخوام. حتما دیگه نه، اینا رو اون نگفته، اینا من میگم، چون آخرین بار گفت من میخوام برم یه جایی که بشود مناجات کرد. یه جایی که بشود مناجات کرد شاید معنیش این است که اینجا که جای مناجات و روحانیت نیست. اینها بیچاره رفته توی باقی نشسته از سکان رو تحویل این آقا داد. این در حالی که پروتستان ها خب ازدواج میکنن آخونداشون، البته اونا هم از همین ریاکاری آخوندی که لازمه کار آخوندی ریا و دروغه، چون کسی که موهومات میفروشه بدون باید دروغگو باشه، باید ریاکار و دروغگو باشه. از سبت که اونا هم البته نه که حالا از اونا گزندی به جامعه نیست، هست، پرونده های بسیاری هست. بعض این کانال های تی وی ها اینجا مثل ایدنتیفیکیشن دیسکاوری نشون میده که بعضی کشیش ها چگونه با آدم هایی که میمدن اونجا همسرها رو جدا میکردن، از همسر در واقع خانوم ها رو جدا میکردن برای استفاده شخصی، از اینجور کارها، دزدی و حقه بازی و تقلب و ندادن مالیات و همه جور فسق و فجوری و به اینها مرد. باری این آقا آمده اینجا، مرد خوبی است این پوپ، و به پوپ او پوپ مردم و پوپ انقلابی هم میگوین. اما فراموش نکنیم که این خوب بودن این پوپ و همچین شیرین بودنش و انسان بودنش مال این است که قدرت در دستش نیست. عزیز من فراموش نکن که هر جا قدرت آمد فساد هم باش وارد میشه. این رو ما باید اینقدر تکرار کنیم و بگوییم، خود ما نوعی رو عرض میکنم که این ملکه ذهن ما بشود، که ما فکر نکنیم آقای از آقای خامنه ای هم میشود که
گمان اصلاح داشت. نه، میسر نیست. چرا؟ چون قدرت مملکت دست این آقاست و فساد مملکت هم در دست این آقاست. به همین راحتی و به همین سادگی که خدمتتون عرض میکنم، وقتی شما آقای رادان نامی رو با اون فرومایگی قدرت به دستش میدی و جان بچه های سرزمین ما رو به دستش میدی، همون کارهایی میکنن که کرد. چون در مقابل قانون که مسئول نیست، در مقابل مردم هم که مسئول نیست، بیچاره که این آمده تو سر مردم بزنه دیگه. این است که هر مفسده‌ای در مملکت ما هست برخواسته از قدرته. قدرتی که جوابگوی هیچ سوالی نیست، هر چی دلش میخواهد میکند و سیاهکاری قدرت با گذشت زمان فزونی میگیره. هموطن، گمان نکنید که از این حکومت جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست، با این نهاد نمیدونم ولایت فقیه، فقیه کجا کار سیاسی کرده؟ فقیه یعنی مفت بخوره قرآن خونی بکنه. فقیه و فقه و این حرفا چه ربطی داره آقا؟ چه ربطی داره؟ یه عمامه گذاشته، آدم خجالت میکشه. این روحانی آمده به عنوان رئیس جمهور ایران. آقا رئیس جمهور مملکت یک نماینده ای از اون مملکته. شیوه گفتاریش، شیوه لباس پوشیدنش، طرح رفتاریش از اون جامعه است، از اون فرهنگ. که ملت ایران عمامه داره؟ یکی میپرسه پس این اینا که همه عمامه این، پس مردم ایران این شکلی هستن؟ بابا مردم ایران که عمامه سرشون نمیزنن. تو رئیس جمهور کی هستی پدر جان؟ برو دنبال کارت، واقعا خجالت هم نمیکشن یا خونده. شما تجسم کنید که رئیس جمهور آمریکا از فردا صبح شروع کنه اسپانیش حرف زدن. آقا نمیشه. با این مملکت زبانش انگلیسیه، زبان ملی مملکت انگلیسیه. خوبه که رئیس جمهورش زبان 10 تا زبان بدونه، ولی نه اینکه بام تا شام اسپانیش صحبت کنه با وزراش، با نمیدونم میهمانهای خارجیش، با سران ممالک اسپانیش صحبت. نمیشه تا این چیزی. میگن آقا این توی امریکای زبانت هم انگلیسیه، یا رئیس جمهور فرانسه، یا همه جا. یا عمامه صبح اوباما بذاره و نمیدونم یک ریش دبه‌ای هم اینقدر بگذاره و بگه من آخوند مثلا اسلامی هستم یا آخوند مسیحی هستم. حالا اینجا نمیشه همچین چیزی. واسه که مثل مردم باشی، یعنی اکثریت مردم شما رو انتخاب کردن، شکل و شمایل و شیوه های رفتاری. آقا یه آمریکایی رو باید تجسم کنه در اسپانیایی. آقا تا ببینیم این آقای آمریکایی، از لهجه انگلیسیش باید بفهمی آمریکایی. از روحانی چه چیزش ایرانیه؟ آمده اونجا، اینم جز مغلطه، هیچ آخون جز دروغ و مغلطه. آمده در برنامه 60 دقیقه 60 minutes، یه برنامه بسیار پربیننده. باز این آمار من قدیمه، 80 میلیون ما دیدیم، شنیدیم که دیدم در مجله تام کی، خیلی قدیم، شاید الان بیشتر هم باشه. میبینن این برنامه رو عصر یک شنبه است. بسیاری از مشاهیر خبرنگاران در اونجا کار میکردن تا اونجا که من بیاد دارم. من خودم سالهای سال هست که ندیدم، فرصتش پیدا نکردم. آوردن اونجا چون قطعاتش رو جای دیگه پخش کردن دیگه. اون کسی که داره از سوال میکنه آقا رو نشونده، یهو علی خامنه‌ای رو نشون میده. این خواهران هموطن هم جمع کردن، سیاه مثل کلاغ، ببخشید، یه چیز سفید فقط دیده میشه. بعد مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اونم پا میشه میگه بله بله جانم درسته، مرگ بر آمریکا، البته مرگ بر آمریکا. آخه این چه ادباریست؟ این چه بدبختی و نکبتیست؟ یعنی چه مرگ بر آمریکا؟ میگه که آقا جواب اینو چه میدی آقای روحانی؟ روحانی بدبخت بد عاقبت کاری نیست که بتونه جواب بده. هر کس هم جای اون باشه جز مغلطه چاره. مثل اون آقای خاتمی، بیچاره باید چیکار بکنه؟ این باستی مغلطه کنه دیگه. نه، میگه آمریکا یک جنایاتی در ایران کرده، یک کارهایی کرده که با حسن نیت اون کارها رو تعمیر کنه، درست کنه، خب انشالله تعالی درست میشه، درست میشه، ارتباطات خوب میشه.
میگه جواب این حرف نیست، بس اینه که آقا میگه شما که آمدید زانو زدید گریه کردید بدبختای بیچاره که این تحریما برداشته بشه و گامی برداشتید برای بهبود روابط با دنیای آزاد، پس این مرگ بر آمریکا گفتن یعنی چی؟ یعنی مرگ بر یک ملتی گفتن معنی داره واقعا؟ چیز خوبی است؟ چی بگه؟ چون کاری نیست این بیچاره بدبخت، کاری نیست مثل اون بیچاره بدبخت نکبت قبلی، نمیتونه تصمیم بگیره در چیزهای مملکتی که قادر تصمیم نیست، که مثل عروسکی که در دستشون دست اون آقاست، نخه میکشه این دستش میره بالا، اون نخه میکشه اون دستش میره بالا، نخه میشه سرش تکون میخوره و کلمه حرف هم میزه. مونده بود چی بگه؟ مایه آبروریزی. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. حالا تعبیر شنیدم یکی از این سیاستمدارای تعبیر دیگه کرده بود، منسوب میکنن، این از من نقل قولم، من شنیدم که اینا وقتی میگن مرگ بر آمریکا یعنی ما عاشق آمریکاییم، نه نیست معنیش مرگ آمریکا. خب خب ان شاء الله گربه است. خب اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم به انتخاب امیر در اتاق فرمان و بعد برمیگردیم میپردازیم به داستان خطاهای شاهنامه چاپ مسکو. من قصد و عمدی دارم در این باب و اون اینکه توجهات به شاهنامه فردوسی در این دوره های اخیر اون دوگونه که باید نبوده است انشاءالله تعالی. بچه های تیزهوش ایران، وطن دوستان فرزانه توجه کنند به این مسائل فرهنگی که کر و فری اگر از ایران زمین هست به خاطر فرهنگشه، به خاطر بزرگانی مثل فردوسی و حافظ و مولوی و عطار و این بزرگان هستند که ما به اونها افتخار میکنیم و جانمایه این فرهنگ هستند. اکبر گلپایگانی، اجازه بدید چون وقتم زیغ هست بپردازیم به چند نکته در تصحیحات دانشمندان شوروی. اینا در متن شاهنامه چاپ مسکو هست. لطف کنید عزیزم. بله خب بله ببینید اینجا در صفحه 215 هست، جلد دوم بیت 579 عرض شود که اینجا میپرسد که بدو گفت، آوردن اینطور، بدو گفت زن سوی تابندشید براید یکی پرده بینم سپید. بیت مغشوش و در همه بدو گفت زن سوی تابندشید براید اصلا یعنی چی؟ هیچ معنی نمیده، به جهت اینکه یک که در واقع از بگاهست بگوید بدو گفت زن سو که تابندشید، یعنی در بخش مشرق سپاه از اونجایی که خورشید طلوع می کند ما یک پرده سپید می بینم و این آقایون عجیبه که متوجه نشدن که آقا این زنسوی تابندشید یعنی فراسوی خورشید داره هیچ معنی نیست. میگه بدو گفت زنسوی تابندشید هیچ معنی ندارد. عرض کنم که و ضعف تألیفش هم که آشکاره، بدو گفت زن سوی تابندشید براید یکی بر اصلا معنی نمیده. بله بدو گفت از آن سو که تابندشید براید یکی پرده بینم سپید. همونطور که بالا توضیح دادم دستنویس های لیدن و فلورانس و شاهنامه بایسونغوری اینطور آوردن بدون سو بدو گفت از اون سو که تابندشید یعنی مشرق سپاه مشرق از توی مشرق براید یکی پرده بینم سفید. این قضایا واقعا عقل روزمره میخواد، عقل روزمره. آقا فردوسی که مهمل نمیگفته که پدر جان که بدو گفت زن سوی تابندشید یعنی چی؟ از فرای خورشید تازه براید به چه چیزی راجع است؟ و این یکی دیگر از خطاهای عرض کنم که این دانشمندان روسی است در فهم مطلب و این مطلب هم در نسخه 675
لندن هست که قدیمترین نسخه تاریخدار شاهنامه است. خب برویم سر بیت بعد لطفاً. خب این رو شما بچرخانید، بله بیارید جلو. خیلی خوب، این صفحه 200 هست. اینجا آمده میگوید بر خیمه نزدیک پرده سرای، خوب دقت بفرمایید، بر خیمه نزدیک پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای بپرسی بدو گفت کورا فریبرز خان که فرزند شاه هست و تاج گوان. دوباره بپرسید کن سرخ پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای. ببینید مصرع دوم بیت اول با مصرع دوم بیت سوم هر دو یکیه. این رو اصطلاحاً بهش میگوین دیتوگرافی، یعنی دوبار نویسی. پیداست که شخصی که داشته چیز میکرده، کپی میکرده و استنساخ میکرده، در واقع اون بیت رو نوشته، دوباره در بیت چهارم باز چشمش افتاده به همون مثل دوم بیت اول و دوباره نویسی کرده، کارش هم نمیتونسته بکنه، چون دیلیت که نمیتونسته بکنه. ببینید این محال غیر ممکنه همچین چیزی که فردوسی در سه بیت دو تا مثل هم بیاره، به دهلیز چندی پیاده به پای عین هم. خب اینجا بنده نوشتم که تردیدی نیست که دوباره نویسی یا دیتوگرافی مصرع به دهلیز چندی پیاده به پای در دو بیت 584 و 585 از خطای دید کاتب دستنویس لندن ناشی شده و مصححان شوروی بدون توجه اون را عیناً در متن خویش وارد کردند. این مصرع جز به یکی از دو بیت مذکور تعلق ندارد. به مقابل دستنویسا نشان میدهد که بیت 584 به بچه زیل بوده است. بر خیمه نزدیک پرده سرای، همون بیت اول هست، یکی ماه پیکر درفشی به پای. بعد دستنویسای قاهره، واتیکان و استانبول مصرعی شده را در بیت 586 بدین وجه ضبط کردند. بپرسید کن سرخ پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای. من نسخه های قاهره، لیدن و پاریس، آکسفورد، استانبول دو و بایسونقوری به این صورت آوردن، به دهلیز چندی پیاده به پای. بله بعد اون چه از این مقابله ها معلوم می شود آن است که کاتب دستنویس لندن ضمن استنساخ ابتدا به جای نگریستن به مصرع دوم بیت 584 به مصرع دوم بیت 586 نگریسته، اون را ثبت کرده و زمانی که به بیت 586 رسیده چاره جز بازنویسی اون مصرع نداشته است. خب بعدی رو بیارید لطفاً. بله 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 بله. خب اینجا بدو اوکی، چنین گفت موبد که مردن به نام، به از زنده دشمن بدو شاد کام. اگر من شوم کشته بر دست اوی، نگردد سیاه روز چون آب جوی. واقعا مسخره است. متاسفانه آقای خالقی هم عیناً همین جور ضعف کرده و تأسف بیشتر این است که این بزرگوار رستم و سهرابی دوباره چاپ کرده، باز همین خطاها رو تکرار کرده. من تعجب میکنم آیا این آقایون با شاهنامه دشمنی دارن، واقعا متوجه امر نیستن؟ اگر متوجه نیستن آقا مراجعه کنن و آدمهای دانا در مملکت ما هنوز هستن، آقا کسانی که شاهنامه رو بفهمن هستن. ببینید نوشتن بیت دوم به وجهی که آمده حاوی تشبیهی غلط است. هجیر با خود میگوید اگر من به دست سهراب کشته شوم، روز مانند آب جوی سیاه نخواهد شد. آب جوی هرگز به صفت سیاهی متصف نبوده است. در واقع مقصود هجیر آن بوده که در صورت کشته شدن به دست سهراب، جهان دچار حوادث غریب نمی شود و در ارکان طبیعت تغییری حاصل نمی گردد. در دو نسخه فلورانس و سنت جوزه بیت 632 به وجه زیر ضبط شده است. اگر من شوم کشته بر دست او، نگردد سیاه روز و خون آب جوی. یعنی اتفاقات غریب و عجیب در طبیعت نمیفته آقا، با مردن من طبیعت به هم نمیریزه، حوادث غریب حادث نمیشه. اگر من کشته بشم به دست سهراب، نه روز سیاه میشه و نه در جوی به جای آب خون میاد. نگردد سیه روز و خون آب جوی. آقا به این آقا بگید لطفاً، کسانی که این آقا رو میشناسن نزدیک هستن با ایشون که به عنوان شاهنامه شناس مشهور شدن، مصحح محترم لطفاً سلام برسونید و بفرمایید آقا توجه کنید لطفاً.
که نمیشه که آقا این اصلا آدم نمیدونم دچار دیپریشن میشه، این چه داستانی است بازی کرده. حالا بعد این 14 بیت 14 اینا خطاهای مشترک هست بین نسخه لندن و این چاپ مسکو که مشهورترین چاپ‌های شاهنامه بوده. خیلی خوب. خب که چون برکشد از چمن بیخ سر، این صفحه 219 هست، نگاه کنید به اگه دارید چاپ مسکو رو نگاه کنید، بیت 635 از زبان هجید. که چون برکشد از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. که چون برکشد، هیچ کی برکشد، فاعلی معلوم نیست، میگوید که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. نه که برکشد، که چون برکشند از چمن، یعنی به بچه در واقع عام صحبت میکنه که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. چون وقتی بگویم اگر برکشد، این فعل برکشیدن بایستی فاعلش معلوم باشه، اما اینجا با آوردن برکشند دیگر ما نیازمند فاعل نیستیم. که چون برکشند از چمن بیخ سرو، سزد گرگیا را نبوید تذرو. حالا اینم راجع است به یک عرض کنم که مطلب مشهور در زبان فارسی و فرهنگ ایران، تذرو به معنی قرقاول هست که میگویند همواره در سرو زندگی میکنه، درخت سرو میزید. گیا یعنی علف و گیاه هرزه بی ارزش، گیا. خب بعد دستنویس سن جوزف چنین آورده که چون برکنند از چمن بیخ سرو، سزد گربیارانه، که بسیار هم زیباست. هم برکشند میتواند درست باشد، هم برکشد میتواند درست باشد. که اینجا بنده آوردم که به گمان نگارنده این گزارش از اون چه پیش از اون آمده اصیل تر است، یکی به دلیل اون که فعل کندن با بیخ مناسب تر است و دو دیگر اون که تقدم فعل نبوید برگیا با سبک فردوسی سازگارتر می نماید. بله، بعد می رسیم به خطای 15. اینا خطاهای مشترک هست در توصیف، در صفحه 221 در توصیف حمله سهراب به خیمه کاووس چنین است: خروشان بی آمد به پرده سرای، به نیزه در آورد بالا ز جای، خم آورد زن پس سنون کرد سیخ. مثل سیخ کباب. شما تو رو خدا فکرشو بکنید چطوری میشه یک اثر بزرگی رو اینطوری حقیر کرد و مسخره کرد. واقعا خم آورد زن پس سنون کرد سیخ، بزد نیزه برکن 70 میخ. حالا داستان چه بوده؟ داستان این بوده که اون کاتب نسخه لندن واژه ستیخ رو نمیفهمیده. بیت چنین بوده: خم آورد پشتو، یعنی سهراب پشت خودش رو خم کرد، خم آورد پشتو سنان ستیخ، یعنی نیزه‌ای که سنانش یعنی جلوش محکم و راست و مستقیم بود. خم آورد پشتو، اونجا این در واقع یه واو لازم داریم، اونجا من توضیح دادم چرا. خم آورد پشت و سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70 میخ. یعنی سهراب که سوار اسب بود، برای کندن میخها که روی زمینن البته بایستی پشت سهراب خم میشد، نه پشت سنان. این بیت را اسدی طوسی در لغت فرس همینطور آورده است: خم آورد پشت سنان ستیخ. در حالی که پشت سنان ستیخ اشتباس به نظر من، بایستی این خم شدن به سهراب راجع است به لحاظ اینکه سهراب باید اندکی خم بشه روی زین تا بتواند نیزش برسه به میخا. خم آورد پشت و سنان ستیخ، یعنی سنان مستقیم محکم نیرومند، ستیخ صفت است، بزد تند و برکن 70 میخ. یعنی با نیزه خودش میخای خیمه کیکاووس را از جای برکند و در واقع خیمه بر سر کاووس فرود آمد. بله، خیلی خوب. خم آورد پشت و سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70. نه که خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، یعنی میخواست کباب درست کنه، این گوشکوبیده ها رو کشید به سیخ، سیخ کباب درست کرد. خم آورد پشت و سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70 میخ. در هفته های آینده ما این خطاهای چاپ مسکو رو خدمت شما توضیح میدیم. بعد میرویم سراغ شاهنامه جناب آقای خالق مطلق و اشتباهات واضح و صریح و خطاهای منکر ایشون رو هم
به شما نشان خواهیم داد با با در واقع استدلال های قاطع و چه نسخه های صحیح این مطلب رو داشتن، چون ما خودمان که نمیتوانیم از خودمان اختراع کنیم و چیزی وارد کتاب کنیم. وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز ممنون هستم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.